أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام میم صاد این کتابی است که بر تو نازل شده پس نباید از ناحیه آن ناراحتی در سینه داشته باشی تا به وسیله آن مردم را از عواقب سوء عقاید و اعمال نادرستشان بیم دهی و تذکری است برای مؤمنان از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید و از اولیا و معبودهای دیگر جز او پیروی نکنید اما کمتر متذکر می شوید چه بسیار شهرها و آبادیها که آنها را بر اثر گناه فراوانشان هلاک کردیم و عذاب ما شب هنگام یا در روز هنگامی که استراحت کرده بودند به سراغشان آمد و آن موقع که عذاب ما به سراغ آنها آمد سخنی نداشتند جز این که گفتند ما ظالم بودیم ولی این اعتراف به گناه دیگر دیر شده بود و سودی به حالشان نداشت بقین هم از کسانی که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرد و هم از پیامبران سؤال می کنیم مسلماً اعمالشان را با علم خود برای آنان شرح خواهیم داد و ما هرگز غایب نبودیم بلکه همه جا حاضر و ناظر اعمال بندگان هستیم وزن کردن اعمال و سنجش ارزش آنها در آن روز حق است کسانی که میزانهای عمل آنها سنگین است همان رستگارانند و کسانی که میزانهای عمل آنها سبک است افرادی هستند که سرمایه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمی که نسبت به آیات ما می کردند از دست داده اند ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم اما کمتر شکرگزاری می کنید ما شما را آفریدیم سپس صورت بندی کردیم بعد به فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید آنها همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود خداوند به او فرمود در آن هنگام که به تو فرمان دادم چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل گفت از آن مقام و مرتبه ات فرود آی تو حق نداری در آن مقام و مرتبه تکبر کنی بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی مرا تا روزی که مردم برانگیخته می شوند مهلت ده و زنده بگذار فرمود تو از مهلت داده شدگانی گفت اکنون که مرا گمراه ساختی من بر سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین می کنم. سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت. فرمود از آن مقام با ننگ و آر و خاری بیرون رو و سوگند یاد می کنم. که هر کس از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر می کنم ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر جا که خواستید بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از اندامشان پنهان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر اینکه اگر از آن بخورید فرشته خواهید شد
یا جاودانه در بهشت خواهید ماند. و برای آنها سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم. به این ترتیب آنها را با فریب از مقامشان فرود آورد و هنگامی که از آن درخت چشیدند اندامشان بر آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگهای درختان بهشتی بر خود تا آن را بپوشانند و پروردگارشان آنها را ندا داد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟ گفتند پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. فرمود از مقام خویش فرود آیید در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود. شیطان دشمن شماست و شما دشمن او و برای شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره‌گیری تا زمان معینی خواهد بود. فرمود در آن زمین زنده می شوید و در آن می میرید و در رستاخیز از آن خارج خواهید شد. ای فرزندان آدم، لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست، اما لباس پرهیزگاری بهتر است. اینها همه از آیات خداست تا متذکر نعمتهای او شوند. ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد، چه اینکه او و همکارانش شما را می‌بینند از جایی که شما آنها را نمی‌بینید. اما بدانید ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند و هنگامی که کار زشتی انجام می‌دهند می‌گویند پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است. بگو خداوند هرگز به کار زشت فرمان نمی دهد. آیا چیزی به خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟ بگو پروردگارم امر به عدالت کرده است و توجه خیش را در هر مسجد و به هنگام عبادت به سوی او کنید و او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همان گونه که در آغاز شما را آفرید بار دیگر در رستاخیز باز می گردید. جمعی را هدایت کرده و جمعی که شایستگی نداشته اند گمراهی بر آنها مسلم شده است. آنها کسانی هستند که شیاطین را به جای خداوند اولیای خود انتخاب کردند و گمان می کنند هدایت یافتند. ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. او چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. گو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید. برای هر قوم و جمعیتی زمان و سرآمد معینی است و هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد
نه ساعتی از آن تأخیر می کنند و نه بر آن پیشی می گیرند. فرزندان آدم، اگر رسولانی از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند، از آنها پیروی کنید. کسانی که پرهیزگاری پیش کنند و عمل صالح انجام دهند و در اصلاح خیش و دیگران بکوشند، نه ترسی بر آنهاست و نه غمناک می شوند. آنها که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند، اهل دوزخند، جاودانه در آن خواهند ماند. کسی ستمکارتر است از آنها که بر خدا دروغ می بندند یا آیات او را تکذیب می کنند. آنها نصیبشان را از آنچه مقدر شده از نعمتها و مواهب این جهان می برند تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را بگیرند. از آنها می پرسند کجایند معبودهایی که غیر از خدا می خواندید؟ چرا به یاری شما نمی آیند؟ می گویند آنها همه گم شدند و از ما دور گشتند و بر ضد خود گواهی می دهند که کافر بودند. خداوند به آنها می گوید در صف گروه های مشابه خود از جن و انس در آتش وارد شوید. هر زمان که گروهی وارد می شوند، گروه دیگر را لعن می کنند تا همگی با ذلت در آن قرار گیرند. در این هنگام گروه پیروان درباره پیشوایان خود میگویند خداوندا، اینها بودند که ما را گمراه ساختند، پس کیفر آنها را از آتش دو برابر کن. میفرماید برای هر کدام از شما عذاب مضاعف است، ولی نمیدانید. پیشوایان آنها به پیروان خود میگویند شما امتیازی بر ما نداشتید، پس بچشید عذاب الهی را در برابر آنچه انجام می دادید. آنی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند، هرگز درهای آسمان به رویشان گشوده نمی شود و هیچگاه داخل بهشت نخواهند شد مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد. این گونه گناهکاران را جزا می دهیم. آی آنها بستری از آتش دوزخ و روی آنها پوشش هایی از آن است و این چنین ظالمان را جزا می دهیم. و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، البته هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم. آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند برمی کنیم تا در صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند و از زیر قصرها و درختان آنها نهرها جریان دارد. می گویند ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این همه نعمتها رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما به اینها راه نمی‌یافتیم. مسلماً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و در این هنگام به آنان ندا داده می‌شود که این بهشت را در برابر اعمالی که انجام می‌دادید به ارث بردید. بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند که آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را حق یافتیم. آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ در این هنگام ندا دهنده ای در میان آنها ندا می دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد، آنها که مردم را از راه خدا باز می دارند و با القای شبهات می‌خواهند آن را کج و معوج نشان دهند و آنها به آخرت کافرند. در میان آن دو بهشتیان و دوزخیان حجابی است
و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو را از چهرشان می شناسند و به بهشتیان صدا می زنند که درود بر شما باد، اما داخل بهشت نمی شوند در حالی که امید آن را دارند و هنگامی که چشمشان به دوزخیان می افتد می گویند پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده. و اصحاب اعراف مردانی از دوزخیان را که از سیمایشان آنها را می شناسند صدا می زنند و می گویند دیدید که گردآوری شما از مال و ثروت و زن و فرزند و تکبرهای شما به حالتان سودی نداد. یا اینها این واماندگان بر اعراف همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟ ولی خداوند به خاطر ایمان و بعضی اعمال خیرشان آنها را بخشید. همکنون به آنها گفته می شود داخل بهشت شوید که نه ترسی دارید و نه غمناک می شوید. دوزخیان بهشتیان را صدا می زنند که محبت کنید و مقداری آب یا از آنچه خدا به شما روزی داده به ما ببخشید. آنها در پاسخ می گویند خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است، همانها که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا آنان را مغرور ساخت. امروز ما آنها را فراموش می کنیم همان گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند. ما کتابی برای آنها آوردیم که اسرار و رموز آن را با آگاهی شرح دادیم، کتابی که مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است که ایمان می آورند. آیا آنها جز انتظار تأویل آیات و فرارسیدن تهدیدهای الهی دارند؟ آن روز که تأویل آنها فرارسد کار از کار گذشته و پشیمانی سودی ندارد. و کسانی که قبلا آن را فراموش کرده بودند می گویند فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند، آیا امروز شفیعانی برای ما وجود دارند که برای ما شفاعت کنند؟ یا به ما اجازه داده شود به دنیا بازگردیم و اعمالی غیر از آنچه انجام می دادیم انجام دهیم؟ ولی آنها سرمایه وجود خود را از دست داده اند و معبودهایی را که به دروغ ساخته بودند همگی از نظرشان گم می شوند. نه راه بازگشتی دارند و نه شفیعانی. پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت. با پرده تاریک شب روز را می پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان از آن او و به فرمان اوست. پر برکت و زوال ناپذیر است خداوندی که پروردگار جهانیان است. پروردگار خود را آشکارا از روی تضرع و در پنهانی بخوانید و از تجاوز دست بردارید که او متجاوزان را دوست نمی دارد. در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید. بیم از مسئولیت ها و امید به رحمتش. و نیکی کنید زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشا پیش باران رحمتش می‌فرستد تا ابرهای سنگین بار را بر دوش کشند. سپس ما آنها را به سوی زمین‌های مرده می‌فرستیم و به وسیله آنها آب حیات بخش را نازل می‌کنیم
و با آن از هر گونه میوه ای از خاک تیره بیرون می آوریم. این گونه مردگان را نیز در قیامت زنده می کنیم. شاید متذکر شوید. زمین پاکیزه و شیرین گیاهش به فرمان پروردگار می روید. اما سرزمین های بدتینت و شورزار جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی روید. این گونه آیات خود را برای آنها که شکر گذارند بیان می کنیم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. او به آنان گفت ای قوم من، تنها خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست و اگر غیر او را عبادت کنید من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم. اشراف قومش به او گفتند ما تو را در گمراهی آشکاری می بینیم. گفت ای قوم من، هیچ گونه گمراهی در من نیست، ولی من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم. رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. یا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از عواقب اعمال خلاف بیمتان دهد و در پرتو این دستور پرهیزگاری پیشه کنید و شاید مشمول رحمت الهی گردید؟ اما سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند رهایی بخشیدیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم، چه اینکه آنها گروهی نابینا و کوردل بودند. و سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت ای قوم من، تنها خدا را پرستش کنید که جز او معبودی برای شما نیست، آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ اشراف کافر قوم او گفتند ما تو را در سفاهت و نادانی و سبک مغزی می بینیم و ما مسلماً تو را از دروغ گویان می دانیم. گفت ای قوم من، هیچ گونه سفاهتی در من نیست، ولی فرستاده ای از طرف پروردگار جهانیانم. رسالت‌های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و من خیرخواه امینی برای شما هستم. آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از مجازات الهی بیمتان دهد؟ و بیاد آورید هنگامی که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد و شما را از جهت خلقت جسمانی گسترش و قدرت داد. پس نعمتهای خدا را بیاد آورید شاید رستگار شوید. گفتند آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچرا پدران ما می پرستیدند رها کنیم؟ پس اگر راست می گویی آنچرا از بلا و عذاب الهی به ما وعده می دهی بیاور. گفت پلیدی و غضب پروردگارتان شما را فرا گرفته است. آیا با من در مورد نامهایی مجادله می کنید که شما و پدرانتان به عنوان معبود و خدا بر بت‌ها گذارده اید، در حالی که خداوند هیچ دلیلی درباره آن نازل نکرده است؟ پس شما منتظر باشید، من هم با شما انتظار می کشم. سرانجام او و کسانی را که با او بودند به رحمت خود نجات بخشیدیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند قطع کردیم و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من، تنها خدا را بپرستید که جز او
معبودی برای شما نیست، دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده، این ناقه الهی برای شما معجزه است. او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا از علفهای بیابان بخورد و آن را آزار نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت. و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشتهایش قصرها برای خود بنا می کنید و در کوهها برای خود خانه ها می تراشید. بنابراین نعمتهای خدا را متذکر شوید و در زمین به فساد نکوشید. اشراف متکبر قوم او به مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند: آیا به راستی شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند: ما به آنچه او بدان مأموریت یافته ایمان آورده ایم. متکبران گفتند: ولی ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید کافریم. پس ناقه را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سر پیچیدند و گفتند: ای صالح، اگر تو از فرستادگان خدا هستی، آنچه ما را با آن تهدید می کنی بیاور. انجام زمین لرز آنها را فرا گرفت و صبحگاهان تنها جسم بی جانشان در خانه هاشان باقی مانده بود. صالح از آنها روی برتافت و گفت: ای قوم، من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و شرط خیرخواهی را انجام دادم، ولی چه کنم که شما خیرخواهان را دوست ندارید. به خاطر آورید لوط را هنگامی که به قوم خود گفت: آیا عمل بسیار زشتی را انجام می دهید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما انجام نداده است؟ آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید؟ شما گروه اسرافکار و منحرفی هستید. پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند: اینها را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاک دامنی را می طلبند و با ما همصدا نیستند. چون کار به اینجا رسید، ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم جز همسرش که از بازماندگان در شهر بود. سپس چنان بارانی از سنگ بر آنها فرستادیم که آنها را در هم کوبید و نابود ساخت. پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه شد. سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید، دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است، بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین بعد از آن که در پرتو ایمان و دعوت انبیا اصلاح شده است فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید. بر سر هر راه ننشینید که مردم با ایمان را تهدید کنید و مؤمنان را از راه خدا باز دارید و با القای شبهات آن را کج و معوج نشان دهید. و به خاطر بیاورید زمانی را که اندک بودید و او شما را فزونی داد و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود. اگر گروهی از شما به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان آورده اند و گروهی ایمان نیاورده اند، صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است. اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند: ای شعیب، به یقین تو و کسانی را که به تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خود بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به آیین ما بازگردید. گفت: آیا می خواهید
ما را بازگردانید اگرچه مایل نباشیم؟ اگر ما به آیین شما بازگردیم بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشیده به خدا دروغ بسته ایم و شایسته نیست که ما به آن بازگردیم مگر اینکه خدایی که پروردگار ماست بخواهد. علم پروردگار ما به همه چیز احاطه دارد، تنها بر خدا توکل کرده ایم. پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. اشراف زورمند از قوم او که کافر شده بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید شما هم زیانکار خواهید شد. سپس زمین لرز آنها را فرا گرفت و صبحگاهان به صورت اجسادی بی جان در خانه هاشان مانده بودند. ها که شعیب را تکذیب کردند گویا هرگز در آن خانه ها سکونت نداشتند. آنها که شعیب را تکذیب کردند زیانکار بودند. پس از آنان روی برتافت و گفت ای قوم من رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و برای شما خیرخواهی نمودم، با این حال چگونه بر حال قوم بی ایمان تأسف بخورم؟ ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به ناراحتی ها و خسارت ها گرفتار ساختیم، شاید به خود آیند و به سوی خدا بازگردند و تضرع کنند. سپس هنگامی که این هشدارها در آنان اثر نگذاشت، نیکی و فراوانی نعمت و رفاه را به جای بدی و ناراحتی و گرفتاری قرار دادیم، آنچنان که فزونی گرفتند و همه گونه نعمت و برکت یافتند و مغرور شدند و گفتند تنها ما نبودیم که گرفتار این مشکلات شدیم، به پدران ما نیز تنگ دستی و توانگری رسید. چون چنین شد آنها را ناگهان به سبب اعمالشان گرفتیم و مجازات کردیم در حالی که نمی فهمیدند. اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم، ولی آنها حق را تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. یا اهل این آبادی ها از این ایمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بیاید در حالی که در خواب باشند؟ یا اهل این آبادی ها از این ایمنند که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیاید در حالی که سرگرم بازی هستند؟ آیا آنها خود را از مکر الهی در امان می دانند در حالی که جز زیانکاران خود را از مکر و مجازات خدا ایمن نمی دانند؟ آیا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان آن می شوند عبرت نمی گیرند که اگر بخواهیم آنها را نیز به گناهانشان هلاک می کنیم و بر دلهایشان مهر می نهیم تا صدای حق را نشنوند؟ اینها شهرها و آبادیهایی است که قسمتی از اخبار آن را برای تو شرح می دهیم، پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، ولی آنها چنان لجوج بودند که به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند ایمان نمی آوردند. این گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد و بر اثر لجاجت و ادامه گناه حس تشخیصشان را سلب می کند و بیشتر آنها را بر سر پیمان خود نیافتیم، بلکه اکثر آنها را فاسق و گناهکار یافتیم. سپس به دنبال آنها پیامبران پیشین موسی را با آیات خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم، اما آنها با عدم پذیرش به آن آیات ظلم کردند. ببین عاقبت مفسدان چگونه بود؟
و موسی گفت ای فرعون، من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم، سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم، من دلیل روشنی از پروردگارتان برای شما آورده ام، پس بنی اسرائیل را با من بفرست. فرعون گفت اگر نشانه ای آورده ای نشان بده اگر از راست گویانی. موسی عصای خود را افکند، ناگهان اژدهای آشکاری شد، دست خود را از گریبان بیرون آورد، سفید و درخشان برای بینندگان بود. اطرافیان فرعون گفتند بیشک این ساحری ماهر و داناست، میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، نظر شما چیست و در برابر او چه دستوری دارید؟ پس به فرعون گفتند کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست تا هر ساحر دانا و کارآزموده ای را به خدمت تو بیاورند. ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا اگر ما پیروز گردیم اجر و پاداش مهمی خواهیم داشت؟ گفت آری و شما از مقربان خواهید بود. به مبارزه فرا رسید. ساحران گفتند ای موسی، یا تو وسایل سحرت را بیفکن یا ما می افکنیم. گفت شما بیفکنید. و هنگامی که وسایل سحر خود را افکندند، مردم را چشم بندی کردند و ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند. ما به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکن. ناگهان به صورت مار عظیمی درآمد که وسایل دروغین آنها را به سرعت برمی گرفت. در این هنگام حق آشکار شد و آنچه آنها ساخته بودند باطل گشت. در آنجا همگی مغلوب شدند و خار و کوچک گشتند و ساحران بی اختیار به سجده افتادند. گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ حتما این نیرنگ و توطئه ایست که در این شهر و دیار چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید، ولی به زودی خواهید دانست. گند می خورم که دستها و پاهای شما را به طور مخالف قطع می کنم، سپس همگی را به دار می آویزم. ساحران گفتند مهم نیست، ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. انتقام تو از ما تنها به خاطر این است که ما به آیات پروردگار خیش هنگامی که به سراغ ما آمد ایمان آوردیم. بارالها صبر و استقامت بر ما فروریز و ما را مسلمان بمیران. و اشراف قوم فرعون به او گفتند آیا موسی و قومش را رها می کنی که در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را رها سازد؟ گفت به زودی پسرانشان را می کشیم و دخترانشان را زنده نگه می داریم تا به ما خدمت کنند و ما بر آنها کاملا مسلطیم. موسی به قوم خود گفت از خدا یاری جویید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار می کند و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است. گفتند پیش از آن که به سوی ما بیایی آزار دیدیم، همکنون پس از آمدنت نیز آزار می بینیم، کی این آزارها سر خواهد آمد؟ گفت امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین آنها سازد و بنگرد چگونه عمل می کنید. و ما نزدیکان فرعون و قوم او را به خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردند. ما آنها نه تنها پند نگرفتند، بلکه هنگامی که نیکی و نعمت به آنها می رسید می گفتند به خاطر خود ماست، ولی موقعی که
بدی و بلا به آنها می رسید می گفتند از شومی موسی و کسان اوست، آگاه باشید سرچشمه همه اینها نزد خداست، ولی بیشتر آنها نمی دانند. و گفتند هر نشانه و معجزه ای که برای ما بیاوری که سحرمان کنی ما به تو ایمان نمی آوریم. سپس بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم، طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه ها و خون را که نشانه هایی از هم جدا بودند بر آنها فرستادیم، ولی باز بیدار نشدند و تکبر ورزیدند و جمعیت گناهکاری بودند. هنگامی که بلا بر آنها مسلط می شد می گفتند ای موسی از خدایت برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده رفتار کند، اگر این بلا را از ما مرتفع سازی قطعا به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. ما هنگامی که بلا را پس از مدت معینی که به آن می رسیدند از آنها بر می داشتیم پیمان خیش را می شکستند. انجام از آنها انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم، زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. مشرق ها و مغرب های پربرکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده واگذار کردیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند تحقق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان از کاخهای مجلل می ساختند و آنچه از باغهای داربست دار فراهم ساخته بودند در هم کوبیدیم و بنی اسرائیل را سالم از دریا عبور دادیم. ناگاه در راه خود به گروهی رسیدند که اطراف بت‌هایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. در این هنگام بنی اسرائیل به موسی گفتند تو هم برای ما معبودی قرار ده همان گونه که آنها معبودان و خدایانی دارند. گفت شما جمعیتی جاهل و نادان هستید، آرا که میبینید سرانجام کارشان نابودی است و آنچه انجام میدهند باطل و بیهوده است. سپس گفت آیا غیر از خداوند معبودی برای شما بطلبم، در حالی که او شما را بر جهانیان و مردم عصرتان برتری داد؟ خاطر بیاورید زمانی را که از چنگال فرعونیان نجاتتان بخشیدیم، آنها که پیوسته شما را به بدترین صورت شکنجه می دادند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را برای خدمتگاری زنده می گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود. و ما با موسی 30 شب وعده گذاشتیم، سپس آن را با 10 شب دیگر تکمیل نمودیم. به این ترتیب میعاد پروردگارش با او 40 شب تمام شد. و موسی به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قومم باش و آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی منما. هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم. گفت هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد آن را همسان خاک قرار داد و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش آمد عرض کرد خداوندا منزهی تو از این که با چشم تو را ببینم، من به سوی تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم. خداوند فرمود ای موسی
من تو را با رسالت‌های خیش و با سخن گفتنم با تو بر مردم برتری دادم و برگزیدم، پس آنچه را به تو داده‌ام بگیر و از شکر گزاران باش. برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم و بیانی از هر چیز کردیم، پس آن را با جدیت بگیر و به قوم خود بگو به نیکوترین آنها عمل کنند و آنها که به مخالفت برخیزند کیفرشان دوزخ است و به زودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد. زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر می‌ورزند از ایمان به آیات خود منصرف می‌سازم. آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند، اگر راه هدایت را ببینند آن را راه خود انتخاب نمی کنند و اگر طریق گمراهی را ببینند آن را راه خود انتخاب می کنند. همه اینها به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. کسانی که آیات و دیدار رستاخیز را تکذیب و انکار کنند اعمالشان نابود می گردد. آیا جز آن چرا عمل می کردند پاداش داده می شوند؟ قوم موسی بعد از رفتن او به میعادگاه خدا از زیورهای خود گوساله ای ساختند، جسد بی جانی که صدای گوساله داشت. آیا آنها نمی دیدند که با آنان سخن نمی گوید و به راه راست هدایتشان نمی کند؟ آن را خدای خود انتخاب کردند و ظالم بودند و هنگامی که حقیقت به دستشان افتاد و دیدند گمراه شده اند گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد به طور قطع از زیانکاران خواهیم بود. هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت گفت پس از من بد جانشینانی برایم بودید و آیین مرا ضایع کردید. آیا در مورد فرمان پروردگارتان و تمدید مدت میعاد او عجله نمودید و زود قضاوت کردید؟ سپس الواح را افکند و سر برادر خود را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید. او گفت فرزند مادرم، این گروه مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند، پس کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده. موسی گفت پروردگارا، من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل فرما و تو مهربانترین مهربانانی. آنی که گوساله را معبود خود قرار دادند به زودی خشم پروردگارشان و ذلت در زندگی دنیا به آنها می رسد و این چنین کسانی را که بر خدا افترا می بندند کیفر می دهیم. آنها که گناه کردند و بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند امید عفو او را دارند، زیرا پروردگار تو در پی این کار آمرزنده و مهربان است. هنگامی که خشم موسی فرو نشست الواح را برگرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگار خیش می ترسند و از مخالفت فرمانش بیم دارند. موسی از قوم خود 70 تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید و هنگامی که زمین لرز آنها را فرا گرفت و هلاک شدند گفت پروردگارا، اگر میخواستی میتوانستی آنها و مرا پیش از این نیز هلاک کنی. آیا ما را به آنچه سفیهانمان انجام داده اند مجازات و هلاک می کنی؟ این جز آزمایش تو چیز دیگر نیست که هر کس را بخواهی و مستحق بدانی
به وسیله آن گمراه می‌سازی و هر کس را بخواهی و شایسته ببینی هدایت می‌کنی. تو ولی مایی، پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی. و برای ما در این دنیا و سرای دیگر نیکی مقرر فرما، چه این که ما به سوی تو بازگشت کرده ایم. خداوند در برابر این تقاضا به موسی گفت: مجازاتم را به هر کس بخواهم می رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته و آن را برای آنها که تقوا پیشه کنند و زکات را بپردازند و آنها که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم داشت. آنها که از فرستاده خدا پیامبر امی پیروی می کنند، پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می یابند، آنها را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد، اشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می شمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش و گردنشان بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند. بگو ای مردم، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم، همان خدایی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست. معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش، آن پیامبر درس نخوانده ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد، و از او پیروی کنید تا هدایت یابید. از قوم موسی گروهی هستند که به سوی حق هدایت می کنند و به حق و عدالت حکم می نمایند. ما آنها را به 12 گروه که هر یک شاخه ای از دودمان اسرائیل بود تقسیم کردیم، و هنگامی که قوم موسی در بیابان از او تقاضای آب کردند، به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن. ناگهان 12 چشمه از آن بیرون جست، آنچنان که هر گروه چشمه و آبش خور خود را می شناخت، و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرستادیم و به آنان گفتیم: از روزیهای پاکیزهی که به شما داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید. آنها نافرمانی و ستم کردند، ولی به ما ستم نکردند، لکن به خودشان ستم می نمودند. به خاطر بیاورید هنگامی را که به آنها گفته شد: در این شهر بیت المقدس ساکن شوید و از هر جا و به هر کیفیت بخواهید از آن بخورید و بهره گیرید، و بگویید: خداوندا گناهان ما را بریز. و از در بیت المقدس با تواضع وارد شوید که اگر چنین کنید گناهان شما را می بخشیم و نیکوکاران را پاداش بیشتر خواهیم داد. ما ستمگران آنها این سخن و آن فرمانها را به غیر آنچه به آنها گفته شده بود تغییر دادند. از این رو به خاطر ستمی که روا می داشتند، بلایی از آسمان بر آنها فرستادیم و مجازاتشان کردیم. و از آنها درباره سرگذشت شهری که در ساحل دریا بود بپرس. زمانی که آنها در روزهای شنبه تجاوز و نافرمانی خدا می کردند، همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود بر سطح آب آشکار می شدند، اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمی آمدند. این چنین
آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می کردند. به یادار هنگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا جمعی گناهکار را اندرز می دهید که سرانجام خداوند آنها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت؟ آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند. گفتند این اندرزها برای اعتذار و رفع مسئولیت در پیشگاه پروردگار شماست. به علاوه شاید آنها بپذیرند و از گناه باز ایستند و تقوا پیشه کنند. اما هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، لحظه عذاب فرا رسید و نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدی گرفتار ساختیم. آری، هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند، به آنها گفتیم به شکل میمونهایی ترد شده درآیید. و نیز به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد تا دامنه قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختی قرار دهد، زیرا پروردگارت مجازاتش سریع و در این حال نسبت به توبه کاران آمرزنده و مهربان است. و آنها را در زمین به صورت گروه‌هایی پراکنده ساختیم، گروهی از آنها صالح و گروهی ناصالحند، و آنها را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم شاید بازگردند. پس از آنها فرزندانی جای آنها را گرفتند که وارث کتاب آسمانی تورات شدند، اما با این حال متاع این دنیای پست را گرفته بر اطاعت فرمان خدا ترجیح می دهند و می گویند اگر ما گناهکارین توبه می کنیم و به زودی بخشیده خواهیم شد، اما اگر متاع دیگری همانند آن به دستشان بیفتد آن را نیز می گیرند و باز حکم خدا را پشت سر می افکنند. آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده که بر خدا دروغ نبندند و جز حق نگویند و آنان بارها آن را خوانده اند؟ و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است، آیا نمی فهمید؟ و آنها که به کتاب خدا تمسک جویند و نماز را برپا دارند پاداش بزرگی خواهند داشت، زیرا ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد. و نیز به خاطر بیاور هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فراز آنها بلند کردیم، آنچنان که گمان کردند بر آنان فرود می آید، و در همین حال از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم آنچه را از احکام و دستورها به شما داده ایم با قوت و جدیت بگیرید و آنچه در آن است به یاد داشته باشید و عمل کنید تا پرهیزگار شوید. و به خاطر بیاور زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه برخیشتن ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا، گواهی می دهیم. چنین کرد مبادا روز رستاخیز بگویید ما از این غافل بودیم و از پیمان فطری توحید بی خبر ماندیم. یا پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما فرزندانی پس از ایشان بودیم، آیا ما را به خاطر آنچه باطل اندیشان انجام داده اند هلاک می کنی؟ این گونه آیات را توضیح می دهیم و شاید به سوی حق بازگردند و بدانند ندای توحید در درون جانشان از روز نخست بوده است. و آنها بخوان سرگذشت آن کس را
که آیات خود را به او دادیم، ولی سرانجام خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد. اگر می‌خواستیم مقام او را با این آیات و علوم و دانش‌ها بالا می‌بردیم، اما اجبار بر خلاف سنت ماست، پس او را به حال خود رها کردیم و او به پستی گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. مثل او همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون می آورد، و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را می کند. گویی چنان تشنه دنیا پرستی است که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن، شاید بیندیشند و بیدار شوند. چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و تنها به خودشان ستم می نمودند. آن کس را که خدا هدایت کند، هدایت یافته واقعی اوست، و کسانی را که به خاطر اعمالشان گمراه سازد، زیانکاران واقعی آنها هستند. یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم. آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند، و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند. آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراهتر. اینان همان غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند. و برای خدا نامهای نیک است، خدا را به آن نامها بخوانید، و کسانی را که در اسماء خدا تحریف می کنند و بر غیر او می نهند و شریک برایش قائل می شوند رها سازید. آنها به زودی جزای اعمالی را که انجام می دادند می بینند. از آنها که آفریدیم گروهی به حق هدایت می کنند و به حق اجرای عدالت می نمایند، و آنها که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمی دانند گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد، و به آنها مهلت می دهم تا مجازاتشان دردناک تر باشد، زیرا طرح و نقشه من قوی و حساب شده است و هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست. آیا فکر نکردند که همنشین آنها پیامبر هیچ گونه اثری از جنون ندارد؟ پس چگونه چنین نسبت ناروایی به او می دهند؟ او فقط بیم دهنده آشکاری است که مردم را متوجه وظایفشان می سازد. آیا در حکومت و نظام آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است از روی دقت و عبرت نظر نیفکندند؟ و آیا در این نیز اندیشه نکردند که شاید پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد؟ اگر به این کتاب آسمانی روشن ایمان نیاورند، بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ هر کس را خداوند به جرم اعمال زشتش گمراه سازد، هدایت کننده ای ندارد و آنها را در طغیان و سرکشیشان رها می سازد تا سرگردان شوند. درباره قیامت از تو سؤال می کنند کی فرا می رسد؟ بگو علمش فقط نزد پروردگار من است و هیچ کس جز او نمی تواند وقت آن را آشکار سازد. اما قیام قیامت حتی در آسمان ها و زمین سنگین و بسیار پر اهمیت است و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آید. باز از تو سؤال می کنند چنان که گویی تو از زمان وقوع آن با خبری. بگو علمش تنها نزد خداست، ولی بیشتر مردم نمی دانند. بگو
من مالک سود و زیان خیش نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد، و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم مگر آنچه خداوند اراده کند، و اگر از غیب با خبر بودم سود فراوانی برای خود فراهم می کردم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید. من فقط بین دهنده و بشارت دهنده ام برای گروهی که ایمان می آورند و آماده پذیرش حقند. او خداییست که همه شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش کرد حملی سبک برداشت که با وجود آن به کارهای خود ادامه می داد، و چون سنگین شد هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالحی به ما دهی از شاکران خواهیم بود. اما هنگامی که خداوند فرزند صالحی به آنها داد موجودات دیگر را در این موهبت مؤثر دانستند و برای خدا در این نعمت که به آنها بخشیده بود همتایانی قابل شدند. خداوند برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند. آیا موجوداتی را همتای او قرار می دهند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند؟ نمی توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان را یاری می دهند؟ هرگاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند و برای شما یکسان است چه آنها را دعوت کنید و چه خاموش باشید؟ هایی را که غیر از خدا می خوانید و پرستش می کنید بندگانی همچون خود شما هستند، آنها را بخوانید و اگر راست می گویید باید به شما پاسخ دهند و تقاضایتان را برآورند. آیا آنها حد اقل همانند خود شما پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند و کاری انجام دهند؟ یا چشمانی دارند که با آن ببینند؟ یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ نه، هرگز هیچ کدام. بگو اکنون که چنین است بت‌های خیش را که شریک خدا قرار داده اید بر ضد من بخوانید و برای من نقشه بکشید و لحظه ای مهلت ندهید تا بدانید کاری از آنها ساخته نیست. ولی و سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی می کند. آنهایی را که جز او می خوانید نمی توانند یاریتان کنند و نه حتی خودشان را یاری دهند، و اگر آنها را به هدایت فراخوانید سخنانتان را نمی شنوند، و آنها را می بینی که با چشمهای مصنوعیشان به تو نگاه می کنند اما در حقیقت نمی بینند. در حال با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان و با آنان ستیزه مکن. هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر که او شنونده و داناست. هیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند به یاد خدا و پاداش و کیفر او می افتند و در پرتو یاد او راه حق را می بینند و ناگهان بینا می گردند. و ناپرهیزگاران را برادرانشان از شیاطین پیوسته در گمراهی پیش می برند و باز نمی ایستند. هنگامی که در نزول وحی تأخیر افتد و آیه ای برای آنان نیاوری می گویند چرا خودت از پیش خود آن را بر نگزیدی؟ بگو من تنها از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود. این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است برای جمعیتی که ایمان می آورند.
هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و خوف آهسته و آرام صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش. آنها که در مقام قرب نزد پروردگار تو هستند هیچگاه از عبادتش تکبر نمی ورزند و او را تسبیح می گویند و برایش سجده می کنند.